آیت سید حسین شیرازی که توسط اطلاعات سپاه ایران بازداشت شده بود آزاد شدند بنابر اخبار رسیده به خبرگزاری شیعه ویوز از شهر مقدس قوم آیت سید حسین شیرازی فرزند مرجع قدر جهان تشیع آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله صبح امروز دوشنبه 16 11 1396 پس از حضور در دادگاه ویژه روحانیت قوم بازداشت شد. فرزند معزز مرجال قدر جهان تشیع که توسط اطلاعات سپاه ایران و به دستور بیت رهبری بازداشت شده بود، بعد از بازداشتی که بیش از هفت ساعت به طول انجامید آزاد شدند. بر اساس اخبار رسیده در طول بازداشت هیچ یک از مسئولین در مورد وضعیت ایشان پاسخگو نبودند و به گفته شاهدان عینی با اشخاصی که خواستند از حال ایشان با خبر شوند به تندی و با پرخاشگری برخورد شده بود. گفتنی است در سالهای اخیر فشارهای وارده از سوی حاکمیت ایران به مراجع مستقل شیعه دوچندان شده و به روشهای مختلف ایشان را تحت فشار و مورد آزار قرار می دهند. مرجال قدر جهان تشیع و حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو که همیشه در راستای حفظ استقلال حوزه های علمیه و مرجعیت شیعه از حکومت ها تلاش کرده همچنان از سوی مقامات حکومتی ایران مورد آزار واقع شده و بازداشت آیت الله سید حسین شیرازی فرزند معزز ایشان نمونه آشکار دیگری از تحت فشار قرار دادن مرجعیت مستقل شیعه و حد که حرمت این مقام شریف می باشد. گفتنی است چندی پیش آیت الله سید حسین شیرازی ضمن سلسله جلسات علمی و فکری خود به زبان عربی در شهر مقدس قوم به گری و ظلم توسط حاکمان ایران و تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه در چند سال گذشته اعتراض و نقد علمی کرده بود. شن ذکر است حتی که حرمت مراجع ازام تقلید شیعه توسط حاکمیت ایران و به دستور مستقیم رهبری انجام می شود و تا کنون مراجع زیادی من جمله حضرات آیات ازام سید احمد خانساری، سید کازم شریعت مداری، سید رضا صدر، حاج آقا حسین و حاج آقا حسن قمی، سید صادق و سید محمد روحانی، سید محمد شیرازی، خاقانی، سانعی، رستگار جویباری، سید حسن فقیه امامی، سید احمد فالی، شیخ محمود تولایی حلبی و شیخ حسین علی منتظری مورد آزار و تعدی قرار گرفتند.